در هر جا و هر گوشه از کشوری که هستین، ما مرکزیت ما فعلا در کابل است. هر وقت که هر کسی که بیاین، کتابخانه و سالن مطالعه ما به صورت همیشگی در اختیار مردم است. زکی سلطانی هستم، محصل سال سوم پنجم ایتیاب دانشگاه البرونی، یک تن از مؤسسین و بنیانگذاران کتابخانه خیریه عامه فردای روشن. در اوایل جدی زمستان 1397 با یک جمع از جوانان و همفکرانم همه تصمیم گرفتیم که بر اساس و نیازمندی جوانان که در بخش مطالعه و کتابخوانی در جامعه که فعلا ما و شما هستیم، یک کتابخانه را ایجاد کنیم. موفقانه در اوایل جدی کار ما نتیجه داد و یک کتابخانه بزرگ را اساس گذاشتیم و از طریق صفحات مجازی در بخش جمع‌آوری کتاب جمع کردیم که فعلا در حدود 7000 جلد کتاب در این کتابخانه داریم و از بخش میز و چوکی که شما در کتابخانه میبینید برای حدود 700 نفر، ما میز و چوکی را اینجا تهیه کردیم و فعلا روزانه حدود 600 تا 700 نفر از جوانان، متعلمین و محصلین از داشته های این کتابخانه استفاده میکنند. و در کنار این که کتابخانه و سالن مطالعه ما اینجا فعال هستند، ما در بخش فرهنگی فعالیت‌های مختلف داریم، از جمله تمام مناسبت‌ها را که در تاریخ کشور هستند و در بخش از قبیل روز معلم است و سایر مناسبت‌ها از آدرس ما تجلیل می‌شود و در بخش هنر فن بیان، بخش نقاشی، بخش خوشنویسی و سایر برنامه‌ها از آدرس کتابخانه در بخش فرهنگ ما فعالیت داریم. در بخش جمع‌آوری کتاب که ما در این کتابخانه فعلا داریم، ببینین فعلا در بخش مختلف از هر نوع کتاب ما کتاب داریم که حدود 7000 جلد کتاب است. ما بیشتر کتاب‌ها را از آدرس مردم گرفتیم، از کتابخانه‌های مختلف، از انتشارات‌های مختلف ما کتاب جمع‌آوری کردیم و بیشترین کتابی که ما فعلا در اینجا داریم از طریق صفحات مجازی کتاب‌ها جمع‌آوری شده و از جمهوری، یک آدرس از جمهوری اسلامی ایران است، حدود 300 جلد از اونجا گرفتیم و از دانشگاه گواشات حدود 4000 جلد کتاب از آنجا گرفتیم و از انتشارات‌های مختلف حدود 300 جلد، 400 جلد کتاب را ما فعلا در اینجا داریم. در بخش ایجاد کتابخانه، انگیزه‌ای که برای ما ایجاد شد که ما این کتابخانه را بسازیم، ما بر اساس نیازمندی جوانان، بر اساس نیازمندی که اون موقع خود ما داشتیم و می دیدیم، جایی نبود که محصلین و متعلمین که خصوصا در غرب کابل هستیم، جایی که راحت و یک مکان آرام و راحت باشه اینا برن مطالعه کنن، نبود. باز به مو اساس ما یک جمع از جوانانی که فعلا هم همه یک جای هستیم، تصمیم گرفتیم که حداقل کاری که ما برای همزی همنسلان خود میتونیم ایجاد یک کتابخانه است. در اول یک کتابخانه خیلی یک مکان خرد بود، یک اتاق 3 در 4 گرفته بودیم، یک 100 جلد کتاب داشتیم یا نداشتیم. باز در طول این 2 سال کار خود انکشاف دادیم و فعلا اهدافی که ما داریم از این موقع به بعد، خصوصا در فصل زمستان، کتابخانه خیریه عامه فردای روشن اقشار مختلف جامعه از کتابخانه استفاده میکنن، از کتابهایش و از سالن مطالعه. بیشتر اعماری که ما داریم از کتابخانه بیشتر مورد استفاده کنکوریان قرار میگیره که حدود 80% از اینکه به مراکز آموزشی که دوروبر ما هستن، از قبیل مرکز آموزشی کوثر و هدف خیلی نزدیک هستیم و بیشتر کسانی اینجا میان که کنکور میخوانند. فعلا اعماری که ما از کتابخانه داریم بر اساس روز، در فصل تابستان روزانه حدود 400 تا 500 نفر به صورت دائمی در کتابخانه میان و میرن
و از کتابخانه، از بخش سالن مطالعه و از کتابهایی که بر مردم به صورت رایگان توزیع میکنیم استفاده میکنم. ولی در فصل زمستان نیازمندی بیشتر جوانان در بخش کتابخانه دارن، از اینکه پانتونا رخصت هستن نمیتونن که از کتابخانه ها و سالن مطالعه که هر پانتون برای محصلین دارن استفاده کنن. زمستان حدود بیش از 1000 نفر در روز از سالن مطالعه که علاوه برای سالن مطالعه شعبه اول ماستن شعبه دوم، بیش از 1000 نفر در روز از کتابخانه ما استفاده میکنن. در کنار سالن مطالعه و کتابخانه در بخش فرهنگی که ما فعالیت میکنیم برنامه برگزاری صنف نقاشی است. البته برنامه نقاشی ما به صورت رایگان است. برنامه صنف فن بیان داریم، در کنارش سیمینارهای انگیزشی را برای محصلین برگزار میکنیم و برنامه و مناسبت های مختلف از آدرس ما گرفته میشن. مثلا در بخش که ایساب چیک است، همی کانکوری ها بیشتر در کتابخانه ما اشتراک میکنن و بیشتر توجه ما روی کانکوری ها هستن. از جمله برنامه مثلا در بخش معرفی رشته های برتر کانکور، از پانتونای مختلف، اساتید مختلف، از رشته های مختلف نفر رو میاریم تا بیشتر همی کانکوری ها در مورد رشته ای که میخواین در کانکور انتخاب کنن معلومات داشته باشه و کورکورانه انتخاب نکنن. برنامه آینده ای که از درچه کتابخانه خیریه عامه فردای روشن قرار است اجرا شود، اولا که همی اهدافی که از اول داشتیم و فعلا داریم، در بخش فرهنگ مطالعه و کتابخانی همیشه کار میکنیم. از جمله کاری که در این بخش ما انجام دادیم ایجاد گروه کتابخانی است. ما در هفته یک روز صنفای 30 نفری داریم، برای اینا کتاب به صورت رایگان توزیع میشه و در جریان یک هفته باید هر شخص یک کتاب را بخونه و در ختم هفته این اشخاص مکلف هستند چیزی که از این کتاب برداشت کرده و برداشت خود برای سایر کسایی که در کتابخانه در سنشان هستند میتونن بیان کنن. و در کنار این برنامه یک برنامه فن بیان است که در تایمای مختلف و چندین دور فراغت که دادیم ادامه خواهد داشت و صنف خوشنویسی و صنف نقاشی و سیمینارهای انگیزشی و سایر برنامه‌ای که خلاصه در بر اساس نیازمندی جوان ها است تا که در توان ما است بر از اینای برنامه را ما برگزار میکنیم. و فعلا یکی از اهداف بزرگ که ما داریم بر علاوه شعبه ای که فعلا شما هستین، کتابخانه که مرکزیت ما اینجا است، در طول 2 سال یا 1 سال آینده میخواهیم همین کتابخانه خود انکشاف دیم. البته به کمک و یاری اول خداوند را خواستار هستیم، بعدش به کمک و یاری دوستان و کسانی که خیرینی که در بیرون از کشور هستند که تا حال را البته کمک بیرونی نشدیم، کل بچه هایی که همینجا هستند، اکثرا محصلینی که همینجا هستند، به یاری و کمک از اینای کتابخانه در این نتیجه فعلا در این موقعیت رسیده. ولی خواستار و کمک دوستان و خیرینی که بیرون از کشور هستند و خیرینی که داخل کشور هستند هستیم. حداقل کاری که بتونیم در طول 2 و یا 3 سال آینده در ولایات مختلف، در ولایات مرکزی، در هر ولایت که یک کتابخانه داشته باشیم، 600 نفر که در روز در کتابخانه که در اینجا بیان بتونن در ولایات مختلف از کتابخانه ما استفاده کنن کار بزرگ است. پیام ما برای جوانان، برای کسانی که بیننده این ویدیو هستند که و یک پیامی که خواست که ما برای مردم خود دارم میسته که همین کتابایی که فعلا در خانه دارن از این که زیر خاک است، از زیر خاک میمانه، در کتابخانه‌ای که به صورت دائمی برای مردم فعالیت میکنن همین کتابای خود برای مردم در کتابخانه تحویل دین، حداقل در روز در ما یک نفر از کتابخانه او کتاب استفاده میکنه، از اینکه زیر خاک بمانه در کتابخانه باشه بهتر است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، معرفی عازمی هستم، یکی از اعضایی که در کتابخانه به خاطر مطالعه کردن میایم. کتابخانه فردای روشن کتابخانه خیلی
خوب است. ما اینجا میتونیم با فضای آرام و بسیار راحت مطالعه بکنیم و در موارد مختلفی که دوست داریم تحقیقات بکنیم و در موردش اطلاعات داشته باشیم، ما اینجا میایم کار میکنیم و کتاب‌های زیادی هم خود کتابخانه داره و ما میتونیم ازش بسیار عالی استفاده بکنیم. و این کتابخانه برای ما فضای بسیار خوبی را مساعد ساخته، به خاطر که در خانه بسیار مطالعه کردن بسیار سخت بود، اما در اینجا دوستای زیاد داریم، میتونیم که ازش از تحقیقات و علمیات اونها استفاده بکنیم و در فضای کتابخانه بسیار راحت و بسیار عالی مطالعه. سلام گرم صمیمانه دارم خدمت تمام بنده های نازنین که در حال تماشای این ویدیو هست. بنده دکتر الدانش هدفمند هستم، محصل سال پنجم رشته استوماتولوژی. ما کار میکنم که لبخند تمام دوستانم را زیباتر و جذابتر بستم، چون همه گی دوستان یک لبخند زیبا داشته باشم. ما یکی از اعضای کتابخانه فردای روشن میباشم. در رابطه با آموزش ارزش مطالعه برای شما معلومات خلاصه ارائه میکنم. ببینید، اگر ما شما متوجه شده باشیم که هر کس که امروز در هر جایگاه رسیده سه نکته تاپ داشته: اول انگیزه، دوم آموزش و سوم هم تمرین. خدا را شکر همه ما و شما انگیزه داریم و کتابخانه فردای روشن یک زمینه خوب برای مطالعه است. اگر ما واقعا بخوایم که مطرح باشیم در هر رشته که بخوایم، باید آموزش ببینیم. خدا را شکر کتابخانه خیری عامه فردای روشن یک جای بسیار خوب برای مطالعه است و همچنان ما روزانه میایم که در اینجا چندین ساعت مطالعه میکنیم و این خیلی خوب است برای ما جوانان که ما بتونیم که جامعه فرهنگ مطالعه رو در جامعه خود رواج بسازیم. به نام خداوند یکتا، محمد عظیم روین تن هستم، یکی از مؤسسین دانشگاه پلی تکنیک و همچنان یکی از مؤسسین کتابخانه و استاد فنی بیان در کتابخانه فردای روشن. طبق منوال دوست عزیز ما تشریح کرد که هدف ایجاد کتابخانه چی بوده و در سلسله برنامه هایشون یک برنامه بسیار خوب و با ارزش این کتابخانه فنی بیان فنی بیان است که ما در این بخش به مدت 5 دوره از دوره فنی بیان به عنوان مربی و یا استاد فنی بیان بودم که خوشبختانه تانستم یک دستاورد بزرگ برای دوستان عزیز و جامعه خود تقدیم نماییم. طبق منوال دوستان عزیز، ما میخوایم در رابطه با اهمیت فنی بیان و یا روش های نیازمندی فنی بیان در جامعه و زندگی خود صحبت داشته باشیم. در ابتدا خوب است که بدانیم فنی بیان چی است. یک سر مسائل دوستایی هستند میگن ما خب فنی بیان لازم نیست اصلا که فنی بیان بخونیم یا مهارت این را کسب کنیم. چرا؟ میگم من جرأت دارم، مثلا گفتارم خوب است، زیر تاثیر نمیرم، سلسله برنامه های دیگه اجرا میکنم. خب چی لازم است که اصلا ما فنی بیان رو بخونیم و وقت خوب بذاریم در اختیار مربی فنی بیان؟ اما دوستان عزیز، ما طبق منوال و تحقیقاتی که انجام دادیم در دنیا هیچ بشری پیدا نمیشه که مثلا سرکار با بیان و فنی بیان نداشته باشد. اگر ما تجار هستیم باید ارتباط داریم با فنی بیان، با مشتری ها سرکار داریم. اگر فنی بیان ما خوب و بهتر باشد میتونیم یک تجار موفق باشیم و تنها متخصص فنی بیان این اختصاص داده نمیشه که ما برای ما محصلین یا متعلمین باشیم که بتونیم یک فنی بیان عالی و یا خوبی داشته باشیم. از فروشنده، تجار، حتی برای ما یک راننده تاکسی هم لازم است که ما یک فنی بیان خوب داشته باشیم تا با مشتریان خود به شکل احسن برخورد نماییم و بتونیم در کار خود بسیار موفق باشیم. و دوستانی که فنی بیان خوب دارن واقعا در هر کاری که هستن موفق تر از کسانی هستن که این هنر را یاد ندارن. در کتابخانه خیریه فردای روشن ما بسیار خوشحال هستیم که حالا در پنج دوره فراغتی که دادیم دوستانی بسیار نتیجه خوب گرفتن و میتوانند در هر جای دیگر مثل همین برنامه ما اونا استاد بشن و دیگرشون میتوانند بخش های دیگر تلویزیون و رادیو کار کنن. حداقل نتیجه کلی این است که همچنین برنامه برای ما جوانان و محصلین، متعلمین، هر آن کسی دیگر لازم و ضرور دانسته. متاسفانه در دوران مکتب و یا دانشگاه در این هنر بسیار زیبا چندان توجه آنچنان در کشور ما نشده است که متعلمین و محصلین واقعا در این بخش مشکلات زیادی دارن. حتی محصلینی که صنف 4 دانشگاه هست نمیتونه 10 دقیقه یا 5 دقیقه در رابطه با همون رشته های و کارکردها و داشته های خود صحبت کنه. خب این جای خیلی نگرانی هستن که یک دانش آموز که 16 سال در اختیار تدریس و سر کار با فنی بیان داشته حتی نتونه خود را به شکل رسمی معرفی داشته باشد.
پس ما لازم دانستیم که همچین برنامه‌ای در کتابخانه خیریه عامه فردای روشن ایجاد داشته باشیم تا دوستانی که در این بخش واقعا لازم دارند میتونن اشتراک نماید. یک خوبی کتابخانه فردای روشن که دارد این است که واقعا با فیس ناچیز حداقل در جاهای دیگر اگر مثلا 1500 از یک دوره فن بیان بگیرد ما حداقل 100 روپی میتونیم برای دوستانی که واقعا توان اقتصادیش ضعیف هستن یا کاملا رایگان برای اونو تدریس کنیم و بتوانن اینا در این بخش خود را استفاده کنن. بدبخت آنم در زمان حکومت استاد رفانی این مسئله از ماستری خلاص شد. اون زمان تا ماستر بود. ماستری امدی. ماستر بود. ماستر بود. ماستر بود. اما عالی ماستر نیست. کسی که امدی سند امدی داره لیسانس است. اما امتیازهای ماستری در او داده میشه. ماستر نیست. و در جایی که اپلای بکنن پیشتی خوانده نمیتونه.